سلام به مجمع خبری ساعت ده از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. خواست ملل متحد از آمریکا، دبیر کل ملل متحد خواستار آزادسازی ذخایر ارضی افغانستان شده است. سرد شدن هوا و منجمد ماندن دارایی ها ترکیب مرگبار برای مردم افغانستان است. کشته شدن یک دختر جوان در پایتخت، خانواده زینب میگوید پس از برگشت از محفل عروسی در یک است بازرسی بر او شلیک شده است، اما امارت اسلامی وعده به کیفر رسانیدن عامل این رویداد خبر میدهد. او در قلب خواهر من خورد، میفهمیده به قلب من جان داد. فلای رزا بود، سیدان سیاسر بود، تاکی میسایی کرد چراغ داد گو برو، تاکی ماکیم نوی مرکت کردیم پرسر ما فایده. افزایش گداها در شهر کابل، فقر و ناداری باعث شده است که شماری از مردم به تگدیگری رو بیاورند. ماشومان میرش پنج نفر دیزه خپله و نفر مشپله فقر کشی نلارم پس سرای معملی دی. و اخراج نزدیک به 3000 تن از صفوف امارت اسلامی. من صبغه سپهر هستم. امارت اسلامی گفته های سازمان ملل متحد را درباره آزادسازی ذخایر ارضی افغانستان می ستاید. دبیر کل سازمان ملل متحد خواهان آزادسازی نزدیک به 10 میلیارد پول منجمد شده افغانستان شده است. در همین حال شماری از شهروندان کشور می گویند که با وجود تعهد جامعه جهانی برای کمک به آنان تا اکنون پیمانه این کمک ها در کشور بسیار اندک بوده است. اعضای این خانواده 7 نفری در پایتخت کشور میگویند که کودک 2 ساله بیمارشان به علت نبود پول درمان درست پیش جان باخت. نیشه میگه نواسه مور برام نمیریسه چیزم خدا گفت مالی که ایچی گور کنم، مرگش حق است که ایچی گورش کنم. یه همسایه آمد گفت نکور خطا خیر است ما هستیم. میرویس پدر کودک جان باخته میگوید که از یک سال بدین سو بیکار است و حتی پول تکفین و مراسم خاکسپاری فرزندش را همسایه هایش کمک کردند. بسیار سخت بود دیگه، خودت میفهمی که پیسه نباشه بسیار سخت تیر میشه سر آدم. مردم چی کرد؟ مردم همه قاکت کردیم، پیسه گور کفنش جمع کرد بعد از او با تکفینش کردیم. در همین حال دبیر کل سازمان ملل متحد بحران بشری را در افغانستان رو به وخامت می‌داند، بر آزاد ساختن ذخایر ارضی افغانستان تاکید می‌ورزد. سرد شدن هوا و منجمد ماندن دارایی ها ترکیب مرگبار برای مردم افغانستان است. قوانین و شرایطی که از مصرف پول برای نجات جان مردم و اقتصاد جلوگیری می کند باید در این شرایط اضطراری به حالت تعلیق درآید. ما از موقف سرمنشی ملل متحد مبنی بر رهایی سرمایه افغانستان از آمریکا را ستایش می نماییم. این گونه موقف بر پرستیژ این سازمان جهانی در قبال حقوق ملت‌ها مفید است. دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید که کمک‌های مالی بین المللی باید در بخش‌های پرداخت معاشات کارمندان، سکتور دولتی و کمک به مؤسسات افغانستان در ارائه مراقبت‌های صحی، آموزشی و سایر خدمات هزینه شوند. منابع محلی میگویند که اعتراض‌های شماری از باشندگان فاریاب در واکنش به بازداشت یک فرمانده پیشین امارت اسلامی وارد دومین روز شد. معترضان خواهان رهایی مخدوم عالم ربانی از بند امارت اسلامی هستند. بر بنیاد گزارش‌ها مولوی مخدوم عالم ربانی روز پنجشنبه در مزار شریف از سوی نیروهای استخبارات امارت اسلامی بازداشت شده است. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی گفته اوضاع در فاریاب کنترل شده و قناعت معترضان فراهم شده است. مخدوم صاحب 2 سال است که در امارت خدمت میکنند. باید آزادشش میخوایم، گناهش باشه در فاریاب تسلیم بتهد، جزایش در فاریاب مردم خودش میده. در امارت اسلامی بیای کلالاش در همین فاریاب در مردم سوال کنه، مردم بپرسه که این گناه چی است.
یک خانواده در کابل ادعا دارد که یک دختر جوانشان در یکی از ایستهای بازرسی غرب شهر کابل کشته شد. اعضای خانواده زینب ادعا دارند هنگامی که از یک محفل عروسی به خانه می رفتند، موتر آنان در یک ایست بازرسی نیروهای امارت اسلامی توقف داده شد و سپس بر زینب شلیک شد. خانواده زینب خواهان عدالت است. در همین حال امارت اسلامی از تلاش‌ها برای به کیفر رسانیدن عامل این تیراندازی خبر می‌دهد. ناله و فریاد خواهره که زینب 25 ساله در آغوشش جان داد. این خانواده ادعا دارند که هنگام برگشت از یک محفل عروسی در یک ایست بازرسی حوزه 13 شهر کابل بر آنان شلیک شد و در نتیجه یک عضو خانوادهشان جان باخت. او از موتر تیر شد تو رو در قلب خواهر من خورد. او در قلب خواهر من خورد. میفهمیده به قلب من جان داد. از گلای برشی ما میردیم. چک پوینت بود. چند موتر هم روبری می بود. روبری می بود. و من تو کسات کردم چراغ دستی دمان داد. در موتر سیاسر بود. تفل بود. فلای ریزه بود. سه دانه سیاسر بود. تاکی می سعی کرد چراغ داد گفت برو. تاکی ما کم نوی مرکت کردیم پر سر ما فایل کرد. پدر کهنسال زینب میگوید که او یگانه نانآور خانواده ایشان بود. این مرد خواهان بازداشت و دادن کیفر سخت به قاتل دخترش است. میخوام که عامل قتل زیر برم قصاصه. تا کنون انگیزه و علت اصلی تیراندازی بر زینب روشن نشده است. اما امارت اسلامی از بررسی جدی این رویداد اطمینان میدهد. مونگ خپلم دی پیخ پختنه کرده انشالله پا انقریب که با حقا نوی معلومات چه رازی لاست را لغا بم رسانه سر شریکو فعلا دی پیخ کورنه دی غم پا تغر ناسته دی پا دغ غم که مونگ طول سر شریک یا سو پیخ در دون که دا. زینب کارمند بانک بود و میخواست مای آینده ازدواج کند. باشندگان پایتخت میگویند که شمار گداها در این شهر افزایش یافته است. در همین حال شماری از این گداها میگویند که با چالش‌های فراوان اقتصادی روبروند و چاره دیگر جز تگدی ندارند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی یکی از علت‌های گسترش فقر را در کشور توزیع ناعادلانه کمک‌های بشری بر نیازمندان میدانند. نیکبخت یکی از هزاران گداهایی است که در گوشه‌ای از پایتخت تگدی می کند. می گوید که چالش های اقتصادی ناگزیرش ساخته است تا نفقه خانوادهش را از این راه فراهم سازد. در خانه دیگه نه نان است، نه خرج است، نه مصرف. اینجا میایم یگان روزی کدام مسلمان یک پنج دانه نان میده، کسی که یافت نشده ایج نمیده، پس هم خالی خانه میرم. ما شما میرش پنج نفر دیزه خپل و نفر مش خپل پکور کشی ای نلارم پس سرای معملی دی. پس از رویکار آمدن دوباره امارت اسلامی، کمک های جهانی به گونه گسترده به افغانستان کاهش یافته است. برخی از آگاهان مسائل اقتصادی می گویند که هرگاه کمک های بشری به افغانستان درست مدیریت شود، از میزان فقر در کشور خواهد کاست. ما در یک تشنج مدیریتی قرار داریم. از این لحاظ من فکر میکنم اگر ما مدیریت کنیم تعامل سیاسی جهانی و منطقوی را، ما از فقر زود میبراییم و در حقیقت آنقدر هم رنگ زرد پیش دنیا نمیشیم. سازمان ملل متحد در سال روان میلادی از کشورها و سازمانهای جهانی 4.4 میلیارد دلار برای کمک به افغانستان درخواست کرده است. اما خانواده های نادار میگویند که این در فصل دشوار سرما روند فراهمسازی کمک ها به آنان بسیار کند است. شمار اخراج شدگان از صفوف نیروهای امارت اسلامی نزدیک به 3000 تن رسید. رئیس کمیسیون تصفیه صفوف امارت اسلامی میگوید که بیشتر این افراد پس از شناسایی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی نیز شدند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل نظامی میگویند که نیاز است تا تمامی افراد استفاده جو و مخرب از صفوف نیروهای امنیتی بیرون ساخته شوند. پس از آنکه کمیسیون تصفیه نزدیک به 4 ماه پیش ایجاد شد، تا اکنون 2790 تن را به اتهام استفاده سوء از نام امارت اسلامی شناسایی کرده است. شما عرض کنم که 11 ولایت را در کشور ما پاک اعلان کردیم از لوسی کسایی که استفاده جو بودند. لطیف الله حکیمی یک بار دیگر هشدار می‌دهد کسانی که برای بدنام ساختن امارت اسلامی مردم را آزار و اذیت نمایند، بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد. کسایی که جرایم پیشه بودند یا مردم را اذیت کرده بودند بعد از فتح مرسم افغانستان،
آنها را بعضی از آنها را در ضمن اخراج به محکمه سپردیم. محکمه میفهمد که چه قدر سزا برشان میده. در همین حال شماری از آگاهان مسائل نظامی از اخراج کسانی که خود را در لباس نیروهای امارت اسلامی جا زدند استقبال میکنند و خواهان افشای هویت و بدرفتاری های آنانند. در صورت شناسایی همچو افراد هرچه زودتر گرفتار و باید به پنجه قانون همزمان سپرده شود. اما شماری از شهروندان کشور میگویند که از آزار و اذیت شدن به بهانه های گوناگون به تنگ آمدند. نیایی که در اواخر وجود داره یا پیدا شده، مثلا سرقت های مسلحانه بگویم، سرقت های منازل بگویم، چون از نام امارت اسلامی استفاده می شود. باید برای اساکر خود دریشی منظم بیار کند که از پرندومانش مردم سوی استفاده می کند. بازداشت، شکنجه و حتی قتل برخی از نظامیان پیشین و نیز بررسی خودسرانه تلفن های همراه و خانه های مردم از شکایت هایی هستند که در ماه های اخیر در گرد و پیش کشور گزارش داده شدند. اما به تازگی وزارت امر به معروف و نهی از منکر هم در اعلامیه بررسی حریم خصوصی مردم را ممنوع اعلام کرده است. نیویورک تایمز در گزارشی گفته است که امارت اسلامی با کمبود کارمندان حرفه‌ای روبرو است و شمار زیادی از مسئولان کنونی افغانستان کسانی هستند که مهارت‌های فنی مورد نیاز برای کار را ندارند. در این گزارش آمده است که شمار زیادی از منصوب شدگان در امارت اسلامی مولوی‌های هستند که در مدرسه حقانیه پاکستان آموزش دیدند. اما وحید الله هاشمی، یک مقام بلند پایه امارت اسلامی، به نیویورک تایمز گفته است که چالش های کنونی در نهادهای دولتی افغانستان ریشه در فساد گسترده حکومت پیشین دارد. نیویورک تایمز گزارش می دهد که امارت اسلامی با کمبود کارمندان حرفه‌ای روبرو است. این روزنامه می افزاید. پست های دولتی به عنوان حمایت از سربازان پیشین و کسانی که با آرامی در پاکستان زندگی می کنند داده می شوند. اما همه آنان مهارت های فنی مورد نیاز برای کار را ندارند. ما گزارش نیویورک تایمز را مبنی بر این که گویا امارت اسلامی با کمبود کارمنده مواجه است و از اتباعی خارجی کار می گیرد جدی رد می نماید. امارت اسلامی با ظرفیت های تخصصی که طالب نیستن اعتماد کنن و اونا را در رده بالای رژیم در تصمیم گیری جای بدن، ای به مشروعیت هم کمک میکنه و به موثریت کار حکومت هم کمک میکنه. اما وحید الله هاشمی، یک مقام بلندپایه امارت اسلامی، به این روزنامه میگوید که آنان میکوشند افغانان با تجربه و حرفه‌ای را برای خدمت در افغانستان از کشورهای دیگر برگردانند. مشکلات کارکنان برخواسته از فساد در حکومت گذشته است. ما با شماری از افغانان در بخش‌های گوناگون جهان در تماس هستیم و آنان را برای برگشت به افغانستان تشویق می‌کنیم. پس از سقوط حکومت پیشین، ده‌ها هزار تن از شهروندان افغانستان که بسیاری از آنان جوانان و یا چهره‌های اثرگذار در 20 سال گذشته بودند، از کشور بیرون شده اند. روسیه آمادگیش را برای میزبانی از گفتگوهای امارت اسلامی با مخالفان سیاسیش اعلام کرد. وزارت امور خارجه روسیه میگوید که در صورت توافق امارت اسلامی و چهره‌های سیاسی مخالفان آماده است میان دو طرف میانجیگری کند. اما کابل میگوید که مخالفان جدی سیاسی ندارد و فرصت مذاکره با کسانی که از کشور فرار کردند از دست رفته است. ادامه خبر ده پس از رفت و برگشت کوتاه. باز هم خوش آمدید. فرمانده امنی هرات از رهایی یک نوجوان از چنگ آدم روبایان در این ولایت خبر می دهد. این نوجوان که صبح روز پنجشنبه روبوده شده بود، در یک عملیات از سوی نیروهای امنیتی نجات داده شد. در همین حال اعضای خانواده این نوجوان رها شده از اقدام نیروهای امنیتی برای رهایی او ستایش می کنند. قدرت الله، جوان هراتی که صبح روز پنجشنبه سوی آدم روبایان ربوده شده بود، اما پس از یک ساعت در یک عملیات نیروهای امارت اسلامی آزاد و به خانواده اش سپرده شد. منطقه بکرآباد از جا سراخو که بیرون می شدیم می رفتیم طرف دیکون، ما را اختطاف کردن. اعضای خانواده قدرت الله از اقدام بیدرنگ نیروهای امنیتی برای رهایی او خوشنود هستند. ما خودم فهمیدیم تو به طرف دکان روان بودم که بچیم برام زنگ زد.
گفت این بچه این برادر من اختطاف کرده همه جان. از این امارت اسلامی و از این برادرها زیاد تشکر میکنیم، سپاسگزاری میکنیم که زیاد هم دردی و برادرداری خیمه کردن و ما را خوشحال ساختن. خوشحالی زینا، خوشحالی ماه. نیروهای امنیتی در هرات اطمینان میدهند که امنیت را در این شهر تامین و با گروه های تبهکار و جنایی قاطعانه مبارزه خواهند کرد. کسانی که به همشهریان ما خطر متوجه میکنند و همشهریان و کسانی که همشهریان ما را اختطاف میکنند و دزدانی که موترها و موتورها و موبایلای همشهریان ما را میدوزند و آدمروایی میکنند، در اسرع وقت انشاءالله کشف و به سزای اعمالشان انشاءالله میرسانیم. ټول ملت ته وایم، یعنی هغه ملت چې اوس په هرات کې دی او هغه ملت چې اوس د دغه اختطافشان او دغه ظالمان د لاسه څخه په تشویش کې دی او په خپل ژوندګۍ په خپل خواږه ژوند باندې نه پوهیږي، هغو ته زه د دغه ځای څخه دا خبره کوم چې تاسو دغه ځای څخه واورئ شتي دغه ظلم دی چې تاسو یې کوئ شتي. خو دا هم زه درته وایم چې د دې ظلم په مقابل باندې الحمدلله دا مجاهدین د خپل سر قربانۍ ته ولاړ دي. هرات برای سالها گواه رویدادهای گوناگون آدم ربایی بوده است. با آنکه نیروهای امارت اسلامی نزدیک به 3 ماه پیش جسدهای چند تن را پس از کشتن به جرم آدم ربایی در محضر عام نمایان کردند، اما شماری از باشندگان این شهر از افزایش دوباره رویدادهای جنایی نگران شدند. امارت اسلامی گزارش دیدبان حقوق بشر را درباره افغانستان رد می کند. کابل می گوید که اوضاع حقوق بشری در افغانستان در مقایسه با سالهای گذشته بهتر شده است. اما دیدبان حقوق بشر در یک گزارش تازه از بحران حقوق بشری با آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است و گفته است که دستاوردها در بخش حقوق زنان و آزادی بیان در این کشور عقبگرد داشته است. دیدبان حقوق بشر با پخش گزارش سالانه اعلام کرده است که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، دستاوردهای 2 دهه بانوان، آزادی رسانه ها و فعالیت های حقوق بشری این کشور عقبگرد داشتند. آنانی که بیشتر حقوق زنان و دختران را محدود ساخته، آزادی رسانه ها را شکستانده و دخیل در کشتار خارج از صلاحیت های قضایی آنها اند که در گذشته مخالف آنها بودند. زنان افغانستان نه تنها که مشکل امنیتی دارند، مشکل صحی دارند با وضعیت از این قوانینشان و همچنان مشکل دیگه که دامنگیرشان است، مشکل اقتصادی است که واقعا قابل نگرانی برای همه است. اما امارت اسلامی این گزارش را جانبدارانه می داند و آن را رد می کند. بعد از آمدن امارت اسلامی تمام حقوق اتباع کشور محفوظ گردیده. این گونه گزارشات مبنی بر آن معلومات نادرست پخش می شود که از سوی حلقات دشمن و مغرض با گونه پروپاگند پخش می شود. در همین حال دیدبان حقوق بشر ایالات متحده را مسئول بحران اقتصادی افغانستان می‌داند و تأکید می‌ورزد که قطع کمک‌های بشردوستانه و بستن دارایی‌های افغانستان در بانک‌های جهانی میلیون‌ها تن را در این کشور با خطر قحطی و محرومیت از خدمات بهداشتی روبرو کردند. ادامه خبر ده تا لحظات بعد. همزمان با باز شدن مرز ایران برای شهروندان افغان، ازدحام مردم در برابر کنسولگری ایران در شهر هرات افزایش یافته است. روزانه هزاران نفر برای گرفتن ویزای ایران در برابر نمایندگی سیاسی این کشور در شهر هرات صف میکشند. این متقاضیان ویزای ایران میگویند که به خاطر بیکاری و ناداری ناگزیر شدند که برای پیدا کردن کار به بیرون از کشور بروند. در همین حال شماری از کارگران در شهر هرات میگویند که ماها میشود که بیکار است و دیگر نانی برای خوردن ندارند. صف‌های طولانی متقاضیان ویزای ایران در برابر کنسولگری این کشور در شهر هرات، این صف‌ها روز به روز طولانی تر می شوند. این مردم که امروز اینجا همه جمع شده اند، اینا از به خاطر بیکاری کار در افغانستان نیه. اینجا که می آید برای پاسپورت یا همه اینجا منتظر ویزه است. اینا همه به صف پاسپورت استاده هم، بعضی کسایی هست که مثلا 2 ماه 3 ماه شده امر به اونا داده شده تا حالا نتونستن گرفته. مرز ایران پس از 2 هفته دوباره برای شهروندان افغان باز شده است. همزمان با باز شدن این مرز، تقاضای شهروندان افغان از بحر رفتن به ایران چند برابر شده است. مشکلاتی به وجود آمده بود و مرز ایران مسدود شده بود و بعد از مسدود شدن باز شده است
و ما آمار دقیق برای شما گفته نمیتونیم که چه اندازه میره، چون که اکثریت مهاجرینی که یا کسایی که میخوان داخل ایران شن از مرز نمروز اونا داخل میشن. این کارگران در شهر هرات ماها میشود که سر کار نرفتند. ناداری و گرسنگی خانواده های این کارگران را فرا گرفته است. ما تقریبا همین 5-6 سال و سر همین فلکه ایم، تقریبا همین زمستون کمود ما دو ماه میشه که دستلاف کار نکردیم. همین تا یک نون یک خیرات بیایی بگیریم، پس همین تا دست خیلی میریم بخونه. در کنار سفر قانونی افغان ها به ایران، روزانه صدها تن از طریق نمروز، فراه و هرات از راه های قاچاقی و غیر قانونی به این کشور میروند. بسیاری از این مهاجران تلاش میکنند که از طریق ایران به ترکیه و کشورهای اروپایی بروند. رانندگان و مسافران که از شاهراه کابل تخار رفت آمد دارند از تأمین امنیت این شاهراه شادمان هستند. آنان میگویند که امنیت این شاهراه در ماهای پسین بیشتر تأمین شدند و مسافران به هیچ حراسی از این شاهراه رفت آمد میکنند. در همین حال خانواده هایی که در مسیر این شاهراه قرار دارند میگویند که در گذشته به علت درگیری ها میان دو طرف زندگی برایشان دشوار شده بود، اما اکنون طعم آرامی را چشیدند. میان برنامه کوتاه. و حال هم چند خبر کوتاه دیگر از جهان. نوتن از اثر واژگون شدن قطار در هند جان باختند. بر بنیاد گزارش ها این ریل که از ایالات آسام به راجستان در حرکت بود نیمه های شب از مسیر منحرف شده و واژگون شد. واژگون قطار در هند نسبتا معمول است. 124 تن در سال 2016 میلادی از اثر منحرف شدن قطار از مسیر جان باختند. روزانه 9000 سفر قطار در سراسر هند صورت می گیرد که بیش از 23 میلیون تن در آن سفر می کنند. شماری از شهروندان اندونزی در جاکارتا مرکز اندونزی خواستار تحریم بازی های المپیک 2022 پکینگ شدند. این اعتراض کنندگان که در برابر سفارت چین در اندونزی گرده هم آمده بودند از حکومت کشورشان خواستند تا بازی های المپیک 2022 چین را به خاطر سوی رفتار این کشور در برابر مسلمانان اویغور تحریم کنند. پیش از این نیز آمریکا چین را به نقض حقوق مسلمانان اویغور متهم کرده بود، اما چین آن را دخالت در امور داخلی این کشور میدانست. بر بنیاد گفته های خدمات عامه بهداشت بریتانیا، بیش از 6 میلیون مبتلا به اومیکرون در لیست انتظار کنندگانی هستند که خواهان بستری شدن در شفاخانه ها هستند. در همین حال در ماه دسامبر سال گذشته بیش از 73% از بیماران برای ساعت ها منتظر بخش عاجل شفاخانه ها بودند. بریتانیا در یک شبانه روز گذشته نزدیک به 130,000 ابتلا و نزدیک به 400 جان باخته ناشی از اومیکرون را ثبت کرده است. با همین ترتیب اینجا رسیدیم به پایان خبر ده. از همراهیتان سپاسگزارم. تا سلام دیگر، بدرود.